بسم الله الرحمن الرحیم. شاگرد عزیز السلام علیکم، خدا کنه جور سر حال باشین. برنامه امروزی را آغاز میکنیم از تمرین صفحه 16 کتاب ریاضی که تشریح و حلش ما استاد وحید لاوریا روز دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 6 الی 7 در خدمت شما هستم. تا سوال از سوال اول خلاص شده بودیم. سوال اول که مکمل ما گفته بود پی منفی یک و پی یک بر دو چند است که مکمل حل شد. در سوال دوم تمرین صفحه 16، سوال دومش قسم است که اگر در پلونوم پی اکس مساوی با که اکس مکعب منفی اکس مربع مثبت 3x منفی 1، گفته اگر پی 2 مساوی به ابدا باشد، از ما خواسته شده که قیمت که چند است. قیمت که چند است؟ فقط کار که میکنیم در اینجا بر ما گفته قیمت که چند است، یعنی بر ما گفته پی 2. خب شاگرد عزیز متوجه باشیم، زمانی که گفت پی 2 مساوی به ابدا است، یعنی ما بر x چند دادیم؟ 2. یعنی قیمت x در اینجا مسیبه چند است؟ 2. قیمت x مسیبه چند است؟ مسیبه 2. فقط کاری که میکنیم در اینجا چی است؟ پس ما بجای x وضع میکنیم پی 2، یعنی نشان میکنم k ضرب بجای x چند نشان میکنیم؟ 2. 2 مکعب منفی x مربع، یعنی 2 مربع مثبت 3 ضرب 2 منفی چند؟ منفی 1. اینال ما پی 2 را داریم، قیمت چه گفته بر ما در سوال که چند است؟ 17 است. ما پس به جای 2 پی 2 چند وضع میکنم؟ 17 مساوی به 2 مکعب میشه 8 که، یعنی 2 بنمای 3 میشه 8 منفی 2 بنمای 2 میشه 4 مثبت 3 2 6 منفی چند؟ منفی 1. الان از ما چون قیمت که را خواسته، ما اعداد ثابت که است جمع تفریق میکنیم، به یک طرف میبریمش، نشان میکنیم 8 که خودش از 4 1 5 میشه. این دو تا میبینین که دوش هم علامه است، وقتی که هم علامت جمع میشه منفی 4 و منفی 1 منفی 5، نشان میکنیم که مثبت 6 منفی چند؟ 5. پس 17 مساوی با 6 که 5 برای 1، 8 که مساوی با مثبت چند؟ مثبت 1. اینال از ما چون قیمت کار خواستم، من مجبور هستم که عدد ثابت که 1 است به طرف دیگه انتقال بدم، به طرف دیگر مساوات منفی 1 مساوی میشد به 8 که، از ابدا که 1 بره 16 مسیبه چند؟ مسیبه 8 که. پس ما میخوایم قیمت که را پیدا کنیم، ضریب که 8 است، پس اطراف تقسیم 8 میکنم، پس نشان میکنم که 16 تقسیم 8 مسیبه میشد به 8 که تقسیم 8، 8 با 8 اختصار میشه 1 8 8 2 16. خب پس ما دریافت کردم که قیمت که مسیبه چند برامد؟ مسیبه 2. اگر قیمت که 2 باشه پی 2 مساوی به 17 است. یک چیزی که اینجا قابل ذکر است، در کل سوال امکان نداره که هر چی که 2 باشه مثلا اینجا 3 باشه باید قیمت کام 3 بره. دمی سوال اتفاقا هم قسم شده که پی 2 مساوی به 17 است، قیمت کام 2 بر اومده، یعنی در کل سوال قابل چی نیست؟ قابل تطبیق نیست. باز هم اثر یک تا 6 میکنم. خلاص بر ما پی ایکس داده که ایکس مکعب منفی ایکس مربع مثبت 3 ایکس منفی 1 است. از ما گفته که پی 2 مساوی به 17 است، یعنی قیمت که چند است؟ به خاطر اینکه ما بخوایم قیمت که را پیدا کنیم، بجای x وضع میکنیم چند؟ 2. 2 مکعب 2 مربع منفی 3 ضرب 2 منفی چند؟ 1. اینال ما پی 2 را بر ما گفته داده چند است؟ 1 مصیبه 17 است. پس 17 مصیبه 8 کم منفی 4 مثبت 6 منفی 1. پس جمع تفریق کردیم، بالاخره جوابی که با وجود ما 16 کم مصیبه 16 مصیبه چند است؟ 8 کم. اطراف تقسیم چند میکنم؟ تقسیم 8 میکنم. خب پس نشان میکنم کیم مصیبه چند شد؟ کیم مصیبه 2. خدا کنه که خوبتر و بهتر فهمیده باشین. سوال سیوم متوجه باشین. سوال سیوم گفته اگر مجموعه ضرایب، اگر مجموعه ضرایب یک افاده که بر ما داده ام اکس مربع منفی 2 x مثبت 1 است، کی مساوی به 18 شود، قیمت ام چند است؟
اگر مجموع ضرایبش یعنی حاصل جمع ضرایبش مساوی به 18 شوه، قیمت ام چند است؟ به خاطر که ما بخوایم قیمت ام پیدا کنیم، در دروس گذشته ما شما خواندیم که اگر بخوایم مجموع ضرایب پیدا کنیم، ما برای کوچکترین ضریب که برای ایکس یا برای یک متحول دیگر وجود داره عبارت از چی است؟ عدد یک است. پس ما برای ایکس قیمت وضع میکنیم چند؟ یک. وقت قیمت ایکس یک شد، پس نشان میکنیم ام ضرب یک مربع منفی دو ضرب یک مثبت یک مساوی به چند؟ مساوی به 18. بازم تکرار میکنیم، گفتم مجموع ضرایب مساوی به 18 است، شما قیمت ام پیدا کنید. انال ما در سوال دیگه چیز نگفته، اما ما میفهمیم که به خاطر دریافت مجموع ضرایب ما بر ایکس قیمت چند میدیم؟ یک. اگه ایکس می بود یک میدادیم، اگه وای می بود بازم یک میدادیم، اگه ای می بود بازم یک میدادیم، فرق نمیکنه، متحول کدام گپ نیست. پس نشان میکنیم ام ضرب یک مربع ما یک مثبت دو یا منفی منفی دو مثبت یک مساوی به چند؟ 18. انال ما میخوایم قیمت ام پیدا کنیم، از منفی دو که مثبت یک بره منفی یک میمونه، منفی یک به طرف دیگه اش انتقال میدم، پس نشان میکنم که ام منفی یک مساوی به 18. های ام ما مساوی به وجود آمد، اینو به طرف دیگر مساحت که انتقال بدیم علامه چی میشه؟ مثبت 18 جمع 1 19. های پس قیمت ام به وجود آمد چند؟ 19. اگر قیمت ام مساوی به 19 شوه، مجموع ضرایب از این مساوی به چند است؟ مساوی به 18 است. این سوال چندم بود؟ سوال سوم از تمرین صفحه 16. سوال چهارمش متوجه باشین، بازم شاگردایی که ما را از تلویزیون تعقیب میکنن، فقط اگر سوال دارین یا کدام مشکل دارین، نیم ساعت آخر یا 15 دقیقه آخر میتونین شما با ما به تماس شوین. شماره های تماس در پایین تلویزیونتان نوشته میشه و از طریق شما میتونین مشکلتان را برای ما بگوین. سوال چهارم قسمی است که گفته که یک پولینوم است پی اکس، سوال چهارم است، پی اکس مساوی به یک بر دوی اکس مربع است منفی یک بر دوی اکس است منفی یک بر دوست. گفته برای اکس مساوی به منفی یک بر دو شما قیمت از این پولینوم دریافت کنید. ما بخوایم که قیمت پولینوم بر اکس مساوی به منفی یک بر دو دریافت کنید، خب پس به جای اکس چند عوض میکنه؟ منفی یک بر دو را عوض میکنه. پس نشان میکنیم پی منفی یک بر دو مساوی است با یک بر دو ضرب منفی یک بر دو کل مربع، چون بجای اکس وضع کردم منفی یک بر دو مربع داره، مربعش در جای خودش منفی یک بر دو خودش، باز بجای اکس چون این علامه منفی است من مجبور است میده داخل چی بگیرم؟ قوس بگیرم. اگر من داخل قوس نگیرم احتمالا میته یک بر دو منفی یک بر دو که صفر میشه، اما اینجا صفر نمیشه دیگه، دالت ضرب منفی چند؟ یک بر دو. اینال پس قاعده منفی است، نما جفت است، جواب از نظر علامه یک عدد چی است؟ یک عدد مثبت است که برتون نوت هم دادیم. یک بر دو خودش این ضربه، یک بر چند میشه؟ یک بر چهار، چهار یک مربع یک میشه، دو مربع چهار میشه، منفی و مربع که در حقیقت مثبت میشه، یعنی منفی ضرب منفی مثبت میشه. اینال اینی منفی اینی منفی رو ضرب میشه، منفی ضرب منفی چی میشه؟ مثبت. یک بر یک ضرب یک یک میشه، دو ضرب دو چهار میشه، منفی چند؟ یک بر دو. خب اینال دو چهار ما میشه چند؟ 8. یک ضرب یک هم یک مثبت، یک بر دو. یک بر چهار منفی چند؟ یک بر دو. اینال سه تا کسر است، ما میگیم که بین مخرج مشک بین 8 و 4 و 2 چند است؟ کوچکترین مخرج مشک 8 است. چی به چی معناست؟ که 8 پوره قابل تقسیم بالای خودش هم است، 8 پوره قابل تقسیم بالای 4 هم است، و 8 پوره قابل تقسیم بالای چند هم است؟ بالای 2 هم است. پس من نشان میکنم که 8 مخرج چی گرفتم؟ مشترک گرفتم. 8 تقسیم 8 میشه 1، 1 ضرب 1 1. 8 تقسیم 4 میشه 2، 2 ضرب 1 2. حاصل تقسیم ضرب صورت منفی 8 تقسیم 2 میشه 4، 1 4 4. اینا فقط کاری که میکنیم جمع تفریق است، مخرج خود 8 است، مخرج تغییر نکرده. 2 جمع 1 3 میشه، نشان میکنیم 3 منفی چند؟ 4. از منفی 3 که مثبت 4، از منفی 4 که مثبت 3 بره، جواب ما برای منفی چند؟ منفی 1 بر 8. خب شاگرد عزیز، جواب برآمد منفی چند؟ 1 بر 8. یعنی ما دریافت کردیم که پی منفی 1 بر 2 جوابش برآمد چند؟ پی منفی چند؟ 1 بر 2 جوابش به وجود آمد منفی 1 بر 8. اما بعضی وقت در جوابات کمک تغییر شکل به وجود میاد، امکان داره که ایرتون شکنن 1 بر منفی 8 هیچ فرقی نداره،
یا ایران رو شک کنن که منفی یک برش هیچ فرق نداره. عرصه گپ با هم مساوی است. به چی دلیل؟ منفی تقسیم مثبت بازم منفی میشه، مثبت تقسیم منفی بازم منفی میشه، منفی ضرب مثبت بازم منفی میشه. یعنی حاصل کلش به وجود آمد چند؟ حاصل کلش به وجود آمد منفی یک بر هشت. عرصه جواب با هم کاملا چی است؟ مساوی است. خدا کنه که این موضوع را خوبتر و بهتر فهمیده باشین. این سوال چهارم بود. سوال پنجم متوجه باشین. سوال پنجم گفته که اگر ای یک افاده که مساوی به x مربع منفی 4x مثبت 4 باشه و افاده b مساوی به منفی 4x مکعب مثبت 10x مربع باشه و افاده c مساوی به منفی x مثبت 3x بنمای 4 منفی 6x مکعب باشه و افاده دی این دی اینجا نشتم میکنم، افاده دی مساوی به اکس مربع مثبت 4 اکس منفی 4 باشه. گفته شما برای اکس مساوی به اکس مساوی به 4 قیمت کدام پولینوم از عدد 100 زیادتر است؟ برای ما 4 جواب داده. قیمت پولینوم ای سی است و قیمت پولینوم دی است، قیمت پولینوم S و قیمت پولینوم B است. خب متوجه باشین اینجا بر ما در حقیقت یعنی X مساوی به 4 در هر پولینوم وضع کنیم، هر کدام از این که بزرگتر از چند برآمد بزرگتر از گفته از زیادتر از 100 باشد، همون پولینوم قیمت بیشتر داره. فقط حال ما کاری که میکنیم اینجا این را ما اتون شکده میتونیم که بجای زی X منفی 2 کل مربع وضع کنم، یعنی X منفی X مربع منفی 4 X مثبت 4 این مساوی به x منفی 2 کل مربع. اگه ما این انکشاف بدیم پس همین چیز میشه. ما اگه ما بجای این ال بجای 4 وضع کنم چنده؟ بجای x وضع کنم 4، 4 منفی 2 کل مربع. از 4 که 2 بره 2، 2 مربع ما مساوی به چند شد؟ 4. خیلی پولینوم a 4 شد. a 4 کوچک است چی است؟ 100 است. این پولینوم نشد، یعنی جزء a نمیتونه شد. جزء b که وضع میکنیم، جزء b بجای اینو شام میکنیم که منفی 4 به جای x نشان میکنیم 4 مکعب مثبت 10 ضرب چند؟ 4 مربع. این حالا 4 مکعب میشه 64، 4 مکعب 64، منفی 4 ضرب 64 مثبت 4 مربع 16، 10 ضرب چند؟ 16. کی میشه اکسده 60؟ 4 4 16 یک حاصل 4 6 24 1 25 256. علامش منفی میشه 10 160. طبیعی است که علامه منفی است، یعنی 256 عددش بزرگ است، علامش چی است؟ منفی. یا بی ما کوچک است چند مبرای کوچک است، اما از ما خواسته شده که از ما خواسته شده کدام پولینوم بزرگ است؟ 100 است. جزء بی هم وجود نداره، یعنی جزء بی هم نیست، فقط تنها دو جزء مون، یکی جزء چی؟ سی، یکی جزء چی؟ دی. حالا اگه ما بجای جزء سی بجای اکس چند عوض کنیم؟ 4 منفی 4 مثبت 3 ضرب 4 مکعب منفی 6 ضرب 4 بنمای 4 است و اینجا نشته کنم منفی 4 مکعب. این حال نشته میکنیم منفی 4 خودش مثبت 3 خودش 4 مکعب ما میشه 4 بنمای 4 256 منفی 6 ضرب 4 مکعب میشه 64. حالا ما قیمت 3 را که وضع کنیم یعنی نشته میکنیم منفی 4 مثبت 3 6 18 یک حاصل 3 5 15 1 16 یک حاصل 3 2 6 1 7 7 2 68 منفی 6 4 24 2 حاصل 6 36 36 2 38. خب این 384 است، یا میشه چند؟ اگر این نشه کنیم 768 منفی 300 این دو تا علامت جمع میشه 388 است. طبیعی است که علامه چی است؟ مثبت. 768 است، 388 است. این می عدد که تفریق شود در حقیقت بزرگ است چی است؟ بزرگ است 100 است، یکی خود 30 بزرگ است 100 شد. این شد.
همین جز 30 است. خب پس ایره اگر ایره نشته کنیم که در حقیقت یام کوچک از چند مبره کوچک از 100 مبره. این درست ترین جواب هم است. ایره به خاطر حل میکنم که شما بهتر بفهمین که همین افاده مون کوچک از چند مبره کوچک از 100 مبره. 4 مربع مثبت 4 ضرب 4 منفی چند 4. این میشه 16 مثبت 16 منفی 4. 16 16 32 میشه 32 منفی 4. که 32 که 4 بره میمونه 28. طبیعی است که دی مون کوچک از چند برآمد کوچک از 100 برآمد. افاده بی مون کوچک از 100 برآمد. افاده ای مون کوچک از چی برآمد؟ 100 برآمد. خیلی درست ترین جواب چی است؟ جز 30 است که گفته که بزرگتر از چند مبره؟ بزرگتر از 100. چرا از 768 که 388 بره حتما بزرگترش چی است؟ بزرگتر از 100 است. ای بود سوال پنجم. حالا یک وقفه کوتاه داریم. بعد از وقفه با ما باشید. لقمان حکیم رحمت الله علیه فرمودند اگر سخن مانند نقره است پس بدانید که خاموشی بارزشتر از طلا است. باغرس یک نهال بهاری پر از طراوت و شادابی را برای همگان هدیه دهید. باز چی پلان داره؟ ما امروز مکتب نمیریم، پارک میریم، یک چند قمره بچه فوتبال میکنیم. آبا چیش بیا که بریم دقا آوردیم. از پلاتون چطور گرفتین؟ نه بده کنم میریم به کلاس نمیریم. خب شما مکتب گوزی میکنین؟ ما میریم مکتب شما رو دکیر معلم میتونم. بچه بیا که بریم مکتب اگر ما رو دگیر بودم؟ مرخزی میواز داریم نبود. خوب شد که ما رو مصطفی متوجه ساخت. خی بیا که از پشتش تیز تیز بدویم. شاگرد عزیز بازم خوش آمدید. درس ما به شکل زنده از ساعت 6 الی 7 از تلویزیون و رادیوی ما برای شما نشر میشه. در این برنامه ما حل تمرینات کتاب صنف دهم و تشریح دروس شده در نظر گرفتیم. رسیده بودیم تا سوال پنجم و کسایی که میخواین کدام سوال دارن نیم ساعت آخر ما در خدمت هستیم. سوالی که دارین در جایش که مشکل دارین میتونین با ما تماس بگیرین و انشاءالله جواب شما را براتون میدیم. در سوال ششم گفته که سوال ششم در پولینوم های زل برای x مساوی با 5 کدام پولینوم بزرگترین قیمت را داره است؟ یعنی برای ما نگفته که بزرگتر از چند، گفته بزرگترین قیمت را داره است. فقط پولینوم ای را داده بر ما x بر ما 2 منفی 2 x مثبت 6 این در قد یک جز اولش است. خب ما همین جز به جز اعلش میکنیم با دوز مقایسه میکنیم. ما به جای x چند عوض میکنیم؟ 5. 5 مربع منفی 2 ضرب 5 مثبت چند؟ مثبت 6.
وقتی که مز بچهش اینجا ما 5 مربع میشه 25 دو پنج ماده میشه مز بچهن میشه 6 از 25 که ده برم میمانه 15 15 مز بچهن 6 میشه مسیح بچهن 21 یعنی ای از جز ای که به وجود آمد قیمتش برامد 21 در جز بی سوال گفته که برای ما بازم یک افاده دیگر رو دیگه 3x برای ما 4 مز به 6x مز به چند 12 حالا ما بجای x چند عوضه میکنیم؟ بجای x 5 عوضه میکنیم پس ما نشتر میکنیم 3 ضرب 5 برای ما 4 مز به 6 ضرب 5 مز به چند 12 خب حالا ما 5 برای ما 4 خب شاگرده عزیز شما دیگه قوانین توانها را میکنیم انشاءالله در قوانین توانها قوانین توانهای عددی شما در توان 5 و 6 و 11 مکمل از تمام اعداد باید یاد داشته باشین خصوصا از توان 2 تا به 9 کاملا یاد داشته باشین فقط نشته میکنیم 3 ضرب 5 مربع 5 بلا مای 4 میشه 625 جمع 6 5 ما میشه 30 جمع چند جمع 12 این حالا ما فقط کاری که میکنیم 3 ضرب 625 میکنیم که اینجا یک چیز اشتباه نکنیم که یک را اول عملی جمع انجام بدین اول عملی ضرب انجام میشه باز عملی جمع 3 5 15 یک حاصل 3 2 6 1 7 3 6 مام 18 مثبت چند 30 مثبت 12 این در حقیقت میشه 1875 جمع 42 که جمعش کده میتونم 5 2 7 میشه 7 4 11 1 6 حاصل برای 1 1 8 9 19 صد چند 17 یا 1917 این قیمت افاده جز 20 که 19 صد چند است 17 است اما در جز 30 گفته که جز 30 سوال هم برای ما یک افاده است منفی x بنمای 3 منفی 40 x منفی 300 اگر اینجا بجایش قیمت وضع کنین یا قیمت وضع نکنین شما میفهمین که یک عدد سه بر همینجا قیمت x 5 است 5 بر مای 3 بر اینجا بالا ما منفی است اینجا منفی است اینجا منفی است پس حاصل کل گزی که محاسبه هم نکنین یک عدد منفی به وجود میاد حاصل کلش یک عدد یک عدد منفی میاد کی طبیعی است که از 21 قدم کوچکتر است از 1917 قدم چی است کوچکتر است که هیچ حل شما نکنین فرق نمیکنه ما میفهمیم که اینجا بالا می منفی است یا منفی است یا منفی است 5 مکعب تنها 125 میشه 40 ضرب 5 کنم منفی 300 کنم داره حاصل کلش آخرش یک عدد چی مبره منفی کی کوچک است از ما گفته بزرگترین قیمته این جز سی معلوم است که این کوچکتر است فقط جز دی که با قیمنا جز دی چی است x بر مای 5 است منفی 120 x بر مای 4 است مثبت چند است مثبت 10 خب این حال فقط ما در اینجا قیمت چه وضع میکنیم بجای x بندازیم 5 5 بر مای 5 منفی 120 ضرب x بنمای بجای x مندازم 5 بنمای 4 مثبت چند 10 5 بنمای 5 مساوی با 3125 است 3125 شما میتونید که یعنی 5 بنمای 4 شد 625 متوجه باشین 625 اگه ضرب 5 کنم یک بار دیگه هم ضربش میکنم 5 5 25 2 حاصل 5 2 10 10 و 2 12 2 6 بر 1 5 6 3 32 5 6 3 31 3100 چند میشه؟ 3125 فقط این شد منفی 120 ضرب 625 مثبت چند؟ 10 این حال فقط کاری که میکنین اینی 2000 ضرب 625 کنین دیگه باز آثارش میتونه بر ما شما تعیین شود که من اگر اینجا ضربش کنم نشه کنم که 625 ضرب 12 باز آخر صفر را بیاز دوازه میکنیم دو پنج ده یک آسل دو دو چار یک پنج دو شش مام دوازده یک پنج پنج یک دو دو یک شش شش صفر ده اینجا میشه یک پرتیم سه سی و دو پنج شش یک اف یک صفر هم داره دیگه یک صفر دیگه هم اینجا داره اینجا شد در حقیقت 3125 منفی چند 75000 مثبت چنده میفهمیم که حاصل از این درخواد یا منفی است به خاطر که این قیمت از این قیمت که بزرگتر است پس یا منفی مبره اگه این جمع از یام کنم باز منفی مبره فقط افاده که بزرگترین قیمت را پیدا کرد چند بود افاده چی بود؟ افاده بی بود بازم ببینید این ضربش کدام اشتباهی نباشد 2 5 در اصف 6 بر 1 2 2 4 1 5 2 6 12 1 5 5 1 2 2 1 6 6 خیلی صفر خودش را تا کردم 1 5 5 10
مثلا بر یک یک دو سه سه دو پنج شش یک هفت یک صفر هم در اینجا داریم چون ضرب دوازده نکنی ضرب یک سده بیست چقدر دیگه وقتی که ضرب شده که شد هفته دو پنج میبینی که هفته دو پنج در علامه شی است یک منفی سی علامه مثبت است یا مثبت است هیچ وقت اینی علامه ازی که کوچکتر نمیگره پس یه علامه منفی است بزرگترین قیمتی که پیدا کرد کدام حرف بود کدام جز بود جز چندم جز بی یعنی بزرگترین قیمتی که پیدا کرد جز بی میشه خدا کنی که سوال خوب فهمیده باشین در سوال بخش هفتم میرسیم خب سوال بخش هفتم گفته که هفتم پی اکس مساوی با x بنمای 4 منفی x بنمای 3 منفی x مربع منفی x منفی 1 هست از ما خواسته شده که چند جزء سوال است پی منفی 1 چند است پی 0 چند است پی 1 بر 2 چند است و پی منفی 1 بر 2 چند است این قیمتایش در این پولیم شما چی کنید دارید؟ فقط کاری که میکنیم ما به آل بجای x فقط جز اول که اصلا گفته پی منفی یک پیدا کنیم ما بجای x وضع میکنیم پی منفی یک پی منفی یک مساوی است بجای x نشان میکنیم منفی یک کل بنمای چند؟ 4 منفی منفی یک کل بنمای 3 منفی منفی یک کل مربع منفی منفی یک منفی یک حالا ما بجای x منفی یک وضع کردیم فقط قوانین توان قاعده منفی است نما جفت است جواب یک عدد مثبت میبره قاعده منفی است نما تاق جواب یک عدد منفی میبره یعنی منفی خودشون رو شکلم یک بنمای سه یک است منفی قاعده منفی است نما جفت است جواب یک عدد مثبت میبره که مثبت یک است چون منفی ضرب مثبت منفی میشه و اینی منفی ضرب منفی میشه مثبت یک منفی یک اینال اینی منفی اینی منفی رو چی میسازه مثبت میسازه یعنی در حقیقت منفی ضرب منفی مثبت میشه مثبت یک منفی یک مثبت یک منفی یک حالا اینی منفی یکت مثبت یک خلاص اینی منفی یکت مثبت یک خلاص یا با وجود ما چند میاد یعنی ما پیدا کردیم پی منفی یک ما با وجود ما چند مساوی با یک از ما گفته که پی صفر چند است این خود جزء اول سوال بود جزء دوم سوال پی صفر ما بجای اکس چند وزن میکنیم صفر فقط صفر که وزن میکنیم صفر بنمای 4 منفی صفر مکعب منفی صفر مربع منفی صفر منفی یک این ساده است فقط صفر بنمای عدد صفر است بغیر از لاتینی چون لاتینی عدد نیست یک مفهوم نامه نیست پس این یا کلش صفر میشه تنها چیزی که با وجود میاد منفی یک است های ما پیدا کردیم که پی صفر مساوی به چند شد مساوی به منفی یک شد این ساده تر مفهوم شد بخش سوم سوال که اصلا گفته پی یک بر دو چند است این حال ما بجای x چند نوازه میکنیم در خود پولینوم هستیم یک بر دو را پس من شما میکنیم پی یک بر دو مساوی است یک بر دو کل بنمای 4 منفی یک بر دو کل بنمای 3 منفی یک بر دو کل مربع منفی یک بر دو منفی چند فقط آل ساده میسازیم این میشه یک بنمای 4 یک دو بنمای 4 میشه 16 منفی یک بنمای یک یک بنمای 3 یک است دو بنمای 3 میشه 8 دو مکعب یعنی دو ضرب دو ضرب دو منفی یک مربع یک میشه دو بنمای دو میشه 4 منفی یک بر دو منفی چند یک اینا ما فقط دیگه محاسبه مشکل نداریم مشکلی که داریم در مخرج مشترک است دیگه کوچکترین مخرج مشترک بین 8 و 16 و 4 و 2 چند است 16 است چرا 16 پوره قابل دستیم بالا 16 هم است بالا 8 هم است بالا 4 هم است بالا 2 است اما یک چیز متوجه باشین که دائما در کل سوال عدد بزرگ نمیتونه شده عدد بزرگ شده نمیتونه که هر عددی که بزرگ باشه اون رو ما چی بگیریم کوچکترین مخرج مشترک یا مخرج مشترک بگیریم 16 را مخرج مشترک میگیرم 16 تقسیم 16 میشه 1 1 ضرب 1 1 16 تقسیم 8 میشه 2 2 1 2 16 تقسیم 4 میشه 4 4 1 4 منفی 16 تقسیم 2 میشه 8 1 8 8 منفی مخرج 1 1 از دیگه 16 تقسیم 1 میشه 16 1 16 16 ما میبینیم که نیا کلش هم علامه است یعنی علامه از ایچی از درخط مثبت است پس من شما میکنم که این میشه 6 6 6 14 14 و 16 میشه منفی 3 1 منفی 3 بر چند 16
از سی که یک بره، از منفی سی که مثبت یک بره، منفی 29 میمونه. منفی 29 بر چند؟ 16. یعنی قیمت امی افاده به وجود آمد در اکس مساوی بر چند است؟ یک بر دو. چند بر آمد؟ منفی 29 بر 16 است. که یک جز سوال دیگه شما ده، خدا کنی که مکمل گرفته باشین. جز چهارم سوال، در جز چهارم سوال قسمی است که گفته بجای x منفی 1 بر 2 را وزن میکنیم، پیشتر مثبت 1 بر 2 را وزن میکنیم که اینجا جوابش برآمد منفی 29 بر 16. آره منفی 1 بر 2 را وزن میکنیم. پس یک چیز متوجه باشین که دو تا قیمتاش نمیشه که یکسان باره، چون یکش 1 بر 2 است، یکش چی است؟ یک منفی 1. پس منش میکنه منفی 1 بر 2 کل بر ما 4، منفی 1 بر 2 کل بر ما چند؟ 3. منفی 1 بر 2 کل بر ما چند؟ کل بر ما 2. منفی 1 بر 2 منفی چند؟ 1. اینا قاعده منفی است نما مثبت جوابش مثبت، قاعده منفی است نما جفت جواب مثبت نگیره، 1 بر 16 مثبت 1 بر 16. اینی میشه منفی، قاعده منفی است نما تاق جواب منفی، منفی 1 بر 8 منفی، قاعده منفی است نما جفت جواب مثبت، منفی ضرب مثبت منفی میشه 1 بر 4، منفی ضرب منفی مثبت 1 بر 2 میشه منفی چند؟ 1. این حال فقط کاری که میکنیم اینجا منفی ضرب منفی میشه مثبت 1 بر 16 مثبت 1 بر 8 منفی 1 بر 4 مثبت 1 بر 2 منفی چند؟ منفی. فقط کاری که شد اینجا بازم عموم مخرج مشک بازم چند میگیرم؟ 16. 16 تقسیم 16 میشه 1، 1 ضرب 1 جمع. 16 تقسیم 8 میشه 2، 2 1 2 منفی. 16 تقسیم 4 میشه 4، 4 1 4 مثبت. 16 تقسیم 2 میشه 8، 1 8 6 مخرج زی 1 است. 16 تقسیم 1 میشه 16، 1 16 16 منفی 16. این حال عملامه رو اول جمع میکنم، مختلف علامه رو باز پسان تفکیکش میکنم. کدام عملامه است؟ 1 علامه است، عملامه است که 2، 2 1 3، 3 و 8 11 منفی 4 کتی منفی 16 علامه است. این میشه منفی 20 بر چند؟ 16. از منفی 20 که 11 برم میمونه منفی 9. چرا؟ علامه از عدد بزرگ گرفته میشه، عدد بزرگ ما 20 است. علامه چی است؟ منفی. منفی اینجا انتقال میکنه. یه تو فکر نکنی که این منفی ضرب مثبت منفی شد که بعض شاگردام تو فکر میکنه، یعنی 20 رو به قضا رسیم 11 رو پیش میتیم، خیلی رقم نور پس چی میمونه؟ قضا میمونیم دیگه. منفی 9 بر چند؟ 16. یا نشون میکنی که 9 بر منفی 16 فرق نداره. یعنی جواب از این سوال در پی در پی منفی 1 بر 2 چند بر آمد؟ 9 بر 16 منفی 16. اینجا چی به وجود آمد؟ منفی 29 بر چند؟ 16. پس اینجا ثابت شد که هیچ وقت پی 1 بر 2 دمی پولینوم در کت پی منفی 1 بر 2 با هم چی نیست؟ مساوی نیست. خدا کنه که موضوع رو کاملا فهمیده باشین. حال فقط یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه باز می‌گردیم. بچیم سبر بچیم اینجا نه اونجا. از عملش شناخته می شود نه از سخنش، چرا که سخنان خوب روی دیوارها هم نوشته می باشد.
میتوان همه چیز را خرید؟ پول وسیله هست نه هدف. پول میتواند تخت خواب بخرد نه خواب. پول میتواند ساحت بخرد نه وقت. پول میتواند کتاب بخرد نه دانش. پول میتواند غذا بخرد نه اشتها. پول میتواند خون بخرد نه حیات. پول میتواند موقف بخرد نه وقار. پول میتواند دوا بخرد نه صحت. دستا به تو که من میرم دیگه خانه. چی میکنی خانه؟ بیا که چند دقیقه این نساطری کنیم که پاوای است. رشنا وقت است و میرم درس میخوام. درس های چی؟ یال خو رخصتی است. درست است که رخصتی است، اما رخصتی به خاطر از این است که ما ایلا گشتی کنیم. به خاطر از این است که درس بخونیم تا به سال آینده آمادگی بریم تا که به درجه عالی کامیاب شد. تو چی خوب یک فکر کردی؟ نال ما مینو کتابای خامر مردی ما یک جای درس میخونیم. بله شاگردای عزیز، رخصتی به خاطر ازی است که ما ازش استفاده تعلیمی بکنیم. ولی من چون که تلفن برای رفع مشکلات است یا برای ایجاد مشکلات؟ کتابچه در این پر شده، کلاهم هم کنده شده، کلاه مکتب برم که کتابچه بخر. من بچه ما حیران میمانم که چی کنم با یک ماش ماموریت. بچه ما کرای خانه بتم، بل برق تاویل کنم، غم مریضی تا نبخورم یا غم کتابچه و کلاه تو رو بخورم. بچه مکتب ایلابتی فهمیدی؟ ما تمام روز در غم کتابچه و قلم و کلاه تو بودیم. برو یک کارو بار برد پیدا کتی من کمک شوی. والدین محترم، هیچگاه با فرزندانتان به خشونت رفتار نکنید و مانع تحصیلشان نشوید. شاگرد عزیز خوش آمدید. درس ما از کتاب ریاضی صنف دهم بخش تمرینات صفحه 16 مکمل خلاص شده. شما میتونید که سوال اگر دارین در مثال کتاب یا در خود تمرین کتاب از تابلو که درسی که خواندیم، شما میتونید از طریق تلفن، شماره تماس تلفن در پایین تلویزیونات مکمل نوشته شده، با ما با تماس شوید. حال فقط ما رسیدیم در سر صفحه 17، عملیات چهارگانه پولینوم ها. پیش از که سر عملیات چهارگانه پولینوم ها بحث کنم، فقط ما یک مقدمه برای حدود مشابه و غیر مشابه میگیم. کدام چیز ما حدود مشابه میگیم، کدام چیز حدود غیر مشابه میگیم؟ حدود مشابه و غیر مشابه. حدود مشابه با حدود گفته می شود که قسمت های حرفی کاملا یکسان باشد. حدود مشابه با حدود گفته می شود که قسمت های حرفی کاملا چی باشد؟ یکسان باشد. مثلا من نشته کنم که 4xy x 5x مربع y
یک بر دوی اکس وای جذر دو اکس وای صفر اشاریه پنج اکس وای میتونیم متوالی باشه منفی صفر اشاریه چار اکس وای. یا خودش عدود چی هستن؟ مشابه هستن. بعد چی دلیل مشابه است؟ قسمت های حرفی کاملا با هم چی هستن؟ یکسان است. اینا میگن عدود چی؟ مشابه. این عدود با هم دیگه جمع شده میتونن، از هم دیگه تفریق هم شده میتونن. ضرب تقسیم خاصیت عمومی نیست. در حدود مشابه دو خاصیت مهم جمع و تفریق است. کم میتونی حدود مشابه تمام پدیده هایی که یکسان است با هم جمع میشه با از هم دیگه چی میشه؟ تفریق هم میشه. این شد حدود مشابه. حدود مشابه. اما زمانی که من شروع میکنم حدود غیر مشابه غیر مشابه پیش از اینکه حدود غیر مشابه را تشکیل کنم فقط یک تماس جواب میدیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم سلام. ببخشید برادر امیر یوسف سیوزر جواب تشکیل میدید؟ تعریف کتاب میکنید؟ آقا را فقط ما ریاضی صنف 11 را با حل تمریناتش کتاب صنف 10 بخیر خلاص شد یا در میان برنامه‌ای که در روزهای دیگه که بیکار بودیم یا برنامه وجود داشت باز ما میتونیم ریاضی صنف 11 رو برای شما حل کنیم. دیگه سوال؟ خب تماس خوارکم قطع شد. فقط کسایی که میخوان با ما با تماس شوند یک موقع سیر اختیار کنند تا واسشان درست سر داشته باشیم. رسیدیم سر حدود غیر مشابه. حدود غیر مشابه به حدود گفته میشه که قسمت های حرفی یکسان نباشه و این حدود نه با هم دیگر جمع میشه نه از هم دیگر تفریق میشه. مثلا من نشته میکنم x مربع y x y یک بر دوی x مکعب y مکعب 5 x y مربع. اما میبینین یا حدود غیر مشابه است به چی دلیل غیر مشابه است؟ اگر چی کلش x y سما درجه شه اینجا x توانش 2 اینجا توان 1 است اینجا توان 3 است اینجا هم 3 است اینجا توان 1 است اینجا توان چند است؟ 2. پس یا حدود مشابه گفته نمیشه. مثلا ما شما در یک باغ داخل میشین میبینین که درخت ها زیاد است هم درخت سیب است هم درخت ناک است هم درخت چنار است. اینا ما نمیتونیم کلش درخت است اما ما نمیتونیم درخت های سیب که درخت های چنار با هم چی کنیم جمع کنیم. پس او درخت سیب از یک نگاه مد نظر میگیریم از نگاه از اینکه تمام حدود تمام درخت هایی که است از سیب که است با هم مشابه است اما که چنار غیر مشابه است یا معنی نگه است. پس این حدود چی است؟ غیر مشابه است. این با هم دیگر جمع و تفریق شده نمیتونه فقط ضرب تقسیم شده میتونه. این بود یک چشمانداز به حدود مشابه و غیر مشابه چون عملیات چهارگانه اینجا وجود داره. فقط کاری که میکنیم آره یک تماس جواب میدیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. ریاضی صنف ده سوال تمرین صفحه اول تمرین اول سوال بسرسون تمرین شم میدونین تمرین صفحه دوازده را میگین صفحه چند صفحه چلو هشت صفحه 48 ما رو سر صفحه 48 خونه رسیدیم بازم اگر پیداش کردیم برای شما در صفحه 48 در تمرین از دیگه فصل اول قیمت کره دریافت کنید در صورت که خب دوست عزیز فقط ما در تمرین هایی که ما دروز گذاشته در سایی که ما خواندیم از اون میتونید شما سوال کنیم. حالا ما سر پولینوم فاکتور اگه ما مکمل رو بر شما جواب بدیم چون وقت برنامه هم کمتر است و درس ما اینجا باقی مانه شما در دروسی که ما خواندیم شما میتونید که از اون دروس چی کنید سوال کنید و اگر وقت مانده که ما براتون رو مکمل چی میکنم حل میکنم. فقط عملیات چهارگانه اولین عملی که وجود داره عملی جمع است. در عملی جمع مهمی است که عملیات تنها بالای ضرایب حدود صورت میگیره. در عملی جمع عملیات تنها بالای ضرایب حدود صورت میگیره. به چی معنا که اگر ما داشته باشیم سوال اول تو باشه که 2x مثبت 4x مثبت 9x باشه اول باید بفهمیم که حدود مشابه است یا نه. بله مشابه است. x است x است x است توان از یام یک است توان از یام یک است توان از یام یک است. پس ضرایبش رو با هم چی میکنیم؟ جمع میکنیم. از x ها رو مکعب نمیسازیم.
دو اکس دو چار شش شش و نو پانزه پانزه دانه چی؟ اکس اکس نمایندگی از هر چیز میکنه فقط میتونه اکس نمایندگی از کتابچه کنه قلم کنه یا هر جنس دیگه که باشه پس ما پانزه دانه اکس یعنی دو اکس از چار اکس از جمع نو اکس از مسیر به چند است؟ یک مسیر به پانزه است سوال دومه که اگر ما بگوییم برتان فرض مثال داریم که 4 ضرب x مثبت 2 مثبت 5 ضرب x مثبت 3 میگیره با هم چی کنیم؟ جمع کنیم دو افاده است اینال ما این دو افاده را که بخواییم جمع کنیم فقط اول کاری که میکنیم این ضرب از این میشه مثل خاصیت توزیع میتونه که 4 ضرب x مثبت 2 شما میتونه که 5 ضرب چی شما x مثبت 3 شما پس حدود مشابهی که هسته که را مکمل باز پس هم جمعش میکنیم خب بله خب بازم میگم کسایی که میخوان با ما با تماس شون فقط یک جای سیرا اختیار کنن تا آوازشون درست داشته باشیم که صدا قطع و وصل نشه 4 ضرب x میکنم 4x میشه 4 دو ما 8 میشه 5 ضرب x میکنم 5x مثبت 5 سه 15 فقط کاری که میکنیم اینی تو تا حدود مشابه است این تو تا حدود مشابه است 4x و 5x کاملا چی هست که مشابه است 4x و 5x میشه 9 دانه x عدد ثابت 8 است عدد ثابت 15 است 15 جمعش میشه 20 چند 23 قیمت عظمی پولینوم کاسل جمعش با وجود آمد 9x مثبت 23 اما به خاطر داشته باشید که دو تا با هم جمع شده نمیتونه به دلیل که این x داره این x نداره یا حدود مشابه نیستن دیدم یه حالت خودش باقی مانه مثال سه ما متوجه باشین اگر ما اگه افاده داشته باشیم افاده ای مسیبه 4x مربع باشه مثبت 5x باشه مثبت 9 باشه و افاده بی مسیبه 3x مربع منفی 7x مثبت 10 باشه از ما خواسته شده که دو تا افاده رو با هم چی کنیم؟ جمع کنیم حالا وقتی که ما بخواییم این رو جمع کنیم افاده ای جمع بی مسیبه 3 طرف به طرف جمعش میکنیم 4 3 7 x مربع از منفی 7 که مثبت 5 بره منفی 2 x میمونه 10 جمع 9 میشه چند؟ 19 یعنی افاده ای جمع بی به وجود آمد چی؟ 7 x مربع منفی 2 x مثبت چند؟ مثبت 19 خدا کنید که خوب فهمیده باشین فقط ما یک سوالم از فعالیت کتابتان کار میکنم فعالیت کتاب صفحه 17 در فعالیت کتاب صفحه 17 گفته که صفحه 17 فعالیتش است در فعالیتش گفته که اگر افاده ای مساوی با ای بی مربع مثبت سه ای و افاده بی مساوی با دو ای بی مربع منفی دو و افاده سی مساوی با دو ای جمع چهار باشه خب یک تماس هم جواب میتیم بله سلام علیکم بله سلام علیکم بله بله آواز ما رو دارین بله سلام علیکم خب بازم دوستان عزیز کسایی که میخوان با تماس شون فقط یک موقع سری اختیار کنن تا آوازشون درست‌تر داشته باشیم بر ما سه افاده را داده گفته شما پیدا کنین که افاده A جمع B جمع C مسیر چند است در سوال همه قسم گفته که A جمع B جمع C مسیر چند است من فقط کاری که میکنم نشان میکنم A جمع B جمع C پس A ما مسیر به A B مربع است جمع C است افاده B ما 2A B مربع است منفی 2 و افاده C ما 2A مثبت 4 است اینا قسمت هایی که با هم مشابه است کدام قسمت ها کدام حدود مشابه است اینی حدود کتی حدود مشابه است A مربع است یعنی یک A مربع A B مربع است مثبت 2 AB مربع 2 AB مربع است دیگه کدام حدود مشابه کتی نداره بله سلام علیکم بله خب ما اینا رو میخواییم که A جمع B جمع C رو پیدا کنیم فقط 2 جمع 1 میشه چند؟ سه ای بی مربع
اینا اینجا مثبت 3 ای داریم، اینجا مثبت 2 ای داریم. 3 و 2 میشه چند؟ 5. این دو تا حدود مشابه است. اینا اعداد ثابت هم است. از 4 به 2 بره 2. مثبت چند؟ مثبت 2. یعنی ما پیدا کردیم که ای جمع بی جمع سی مساوی با 3 ای بی مربع جمع 5 ای جمع چند؟ جمع 2. این بود از کتاب مکتب ریاضی صنف دهم فعالیتش که در صفحه ابتدا قرار داشت. در بحثی که از چی از جمع حدود الجبری خلاص میشم، میام سر تفیق او افاده های الجبری. عمل تفیق افاده های الجبری مانند عمل جمع است، فقط با این تفاوت که حدود مشابه از اندیگر تفیق میشن. حدود مشابه از اندیگر چی میشه؟ تفیق میشن. طوره که ما در تفیق افاده های الجبری قسم اول عمل میکنیم که افاده اولی بالات خودش باقی مونه، علائم افاده دومی متضاد میشن، بعد از او یا با همدیگر جمع میکنیم یا با همدیگر تفیق میکنیم. در تماس جواب بتیم. بله سلام علیکم. نامتان از کجا به تماس شده؟ بله گفتم نامتان از کجا به تماس شده و سوالتان از هر تکرار کنید. گفتم من امی درس از ساعت 6 الی 7 روزای دوشنبه و چهارشنبه و تکرارش روزای سه شنبه و پنج شنبه بر شما نشده میشه. میشنوید؟ الو آواز ما رو دارین؟ بله میشنم. بخش امی برنامه تکرارش از روزهای سه شنبه و پنج شنبه است و خود برنامه روزهای دو شنبه و چهار شنبه به شکل زنده از تلویزیون معرف نشر میشه. دیگر کدام سوال؟ تشکر بسیار زیاد میبخشیم به تمام نشرکی. خدا بست. خب دوستای عزیز، کسایی که میخواین به تماس شوند اگر سوال دارین میتونین سوالتان از امی صفات تا صفحه 18 ما مکمل درس خوندیم سوالتان کنیم. این برنامه روزهای دوشنبه و چهارشنبه به شکل زنده از ساعت 6 الی 7 پخش میشه. ما گپ ما رسیده به سر عملی تفریق بوده. در عملی تفریق ما یک مثال اگه بگویم که 3x مربع منفی 1 باشه منفی x مربع مثبت 4 باشه. خب این یک افاده است، این افاده دومی است. اناله اینی علامه افاده دومی را چی میسازه؟ علائمش متضاد میسازه. پس من اشتا میکنم که 3x مربع منفی 1 منفی x مربع منفی 4. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم سلام. این هستم پرتام کنم که تمام این سیستم تدارم کار میکنم و فیزیک کیمیش هم کار میکنم. در وقت من باز ما مکمل بخش فیزیک و کیمیاش مکمل کار میکنیم. دیگه؟ قابلش نیست. خداحافظ. خب این علامه افاده دومی رو متضاد میسازه، یعنی منفی ضرب مثبت میشه منفی، منفی ضرب مثبت میشه منفی. اینا فقط کاری که میکنیم اینجا 3x مربع است، اینجا 1x مربع است. پس ما نشون میکنیم از 3x مربع 1x مربع بده x مربع 2x مربع، از منفی 1 و منفی 4 میشه منفی چند؟ 5. پس ما عین کاری کردیم در عمل جمع انجام دادیم، فقط اینجا تفاوتی که تفریق کردیم حدودی که مشابه بود از هم دیگه تفریق شد. خب دوستای عزیز، کسایی که میخوان با ما با تماس شون فقط شماره تماس در پایین تلویزیون نوشته شده. شما سوالی که دارین اسمتون ولدتون میتونین بر ما بگین و سوالی که هست در امی بخشی که تا صفحه 17 یا صفحه 18 رسیدیم، در فعالیت کتاب، در مثال کتاب، در تمرین کتاب شما نفهمیدین آزادانه سوالتون کنین. یعنی امی یک برنامه است که مکمل شما میتونین که به می روندی که پیش برین تا امتحان چانیماتون امشالا هیچ چیز مشکل باقی نمیمونه. این سوال فهمیدیم. سوال دوم 6x مربع مثبت 9x یک افاده A است و افاده B مساوی با 4x مربع منفی 10x است. از ما خواسته میشه که A منفی B را پیدا کنم. A منفی B را پیدا کنم. فقط ما بخوایم که A منفی B را پیدا کنم، کاری که میکنم
بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم سلام. کمک بلندتر صحبت کنین، از کجا و نامتان رو بگین. و علیکم سلام. برادر گل یک موقع سیر اشغال کنین تا ما واسطه درستر داشته باشین. بگوین از کجا با تماس شدیم؟ خب بازم تکرار میکنم، کسایی که میخواد با تماس شون فقط یک وقت سیر اشغال کنن تا واسطه درست سر داشته باشین و در نزدیک تلویزیونتون یا نزدیک رادیو نباشین، به خاطر اینکه پرازیت پخش میشه و واسطه درست سر نمیداشته باشین. فقط از ما گفته که ای منفی بی را پیدا کنین، وقتی که ای منفی بی را پیدا کنین یا علامش منفی میشه یا منفی میشه یا چی میشه مثبت میشه، پس علائم متضاد شد. پس علامه دوم مد نظر میگیریم، اون شونه ببینین که علامه اول مد نظر نگیریم. از منفی 4 که مثبت 3 بره میمونه منفی x مربع، از مثبت 2 مثبت 9 میشه مثبت 19 دانه x. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم سلام. نامتان بگوین، از کجا با تماس شدین؟ نام عبدالعزیز از محسن کابل با تماس شدم. خب بفرمایید. همین صفحه سیستم مثال دوم شد همین جا بچه ما مشکل داره امور اگر شما در شما کنن. خب عذار کرد چرا نی؟ تشکر از شما. خدا حافظ. خب دوستای عزیز، این بحث فهمیدیم که ما گفتیم ای منفی بی را چطور پیدا میکنیم. فقط علائم افادی دومی متضاد میشه که منفی 4 x مربع، علامه از مثبت از چی شد؟ منفی بود مثبت شد، که از منفی 4 که مثبت 3 بره منفی x مربع مان مثبت 19 x، یعنی 10 جمع 9 شد 19. حالا همین دوست ما که در گفته که در سوال مثال دوم از صفحه 13 که بعد از فعالیت است، فقط گفته میره شما یک کار کنین P منفی 1 بر 4 مساوی با خب. فقط دوستای عزیز من میتونم دیگه تماس را بگیرم، امی تماس آخری بود که گرفتیم. پی اکس برای ما داده گفته که 16 اکس مکعب منفی 8 اکس مربع مثبت 3 بر 4 است. گفته پی منفی 1 بر 4 مساوی چند است. فقط کاری که میکنیم در اینجا بجای اکس ما منفی 1 بر 4 وزن میکنیم، پس من نشان میکنم 16 خودش بجای یک بجای x نشان میکنم منفی 1 بر 4 مکعب منفی 8 ضرب منفی 1 بر 4 کل مربع مثبت چند 3 بر 4. خب آل 16 خودش منفی هم خودش 1 مکعب 1 میشه 4 مکعب میشه 64. خب دوست عزیز خوب متوجه باش، 8 خودش قاعده منفی است، ما جفت جواب مثبت میبره 1 بر 16 میشه، یعنی 1 بر 2 1 میشه 4 مربع، یعنی 4 ضرب 4 میشه 16 مثبت چند 3 بر 2. چیز قابل اقتصار است چون حالت ضرب است، 1 16 16 4 16 میشه 64 منفی 1 بر 4 1 8 8 2 16 منفی 1 بر 2 مثبت چند 3 بر 2. بازم اینا ما میبینیم که اینجا مخرج نشک بنی کلش میتونیم چند بگیریم؟ 4 بگیریم. 4 تقسیم 4 1 منفی 1 منفی 4 تقسیم 2 2 2 1 2 مثبت 4 تقسیم 2 2 2 3 6. این الان ما فقط کاری که میکنیم اینجا چی است؟ منفی 2 منفی 1 منفی 3 میشه مثبت 6 بر چند؟ بر 4. فقط کاری که میکنیم از 6 که 3 بره میمونه 3 3 بر چند؟ 4. یعنی قیمت اینمی افاده در x مساوی به منفی 1 بر 4 چند به وجود آمد؟ 3 بر 4. این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه آینده شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خداحافظ.